احسان به والدین فرق نمی کند که پدر و مادرتون مسلمانن، هندویان، اهل کتابن، یهودیان، مسیحیان، بوداییان، باور به اعتقاد تو را دارن یا ندارن. گاه وقتی سرمایه یا غیر مسلمانی به نزد تو است، امانت است. حق نداری بگذاری زایه بشه. حق نداری با او خیانت و کوتاهی بکنی. حتی علما میگن اگر کسی به شما امانت سپرد، صاحب او امانت فاسق بود، ظالم بود، کافر، بیدین بود، شما حق ضایع کردن او را نداری. به وجهی احسن امانتش برش بسن. مطلق برای مسلمان دستور میده، میگه باید عادل باش. اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. مسائل قومی، مذهبی، سمت و سوی شما رو ندارد از اینکه عدالت زیر پا بکن، بلکه عادل باش. بعضی از مسلمان ها تصور و برداشتشان این است که تمام صداقت و راستی و انسانیت ما را باید در برابر برادر مسلمانمان داشته باشیم، یا ای که اگر طرف مقابلمان مسلمان بود، ما باید به او مسلمان گونه برخورد کنیم، یعنی همه ادب و اخلاق را رعایت کنیم. اگر طرف مقابل ما غیر مسلمان بود، هر چی دلمان میخواست انجام بدهیم، در حالی که چنین نیست. من به صورت خلاصه 5 پیام قرآن را که هیچ بابسته با مذهب و عقیده و فکر فردی نیست و در هر زمان، در هر مکان، در برابر هر کسی که باشی، تو مأمور و مسئول استی که باید اونها را انجام بدهی. یعنی این طوری نیست که اگر طرف مقابلت فلانی بود یا طرف مقابلت مسلمان بود تو او را انجام بدی، نه، بلکه تو مسئولیت داری در هر جایی، هر زمانی، هر مکانی و مقابلت هم شخصی با هر مفکوره و عقیده و باوری که بود، تو مأموریت و مسئولیت داری که باید اینها را رعایت بکنی. این پیام های قرآنی چیست؟ اولش رعایت اخلاق حسنه در برابر همه انسان ها بلا استثناء، ولو که مقابلت با هر عقیده و فکر و مذهبی که باشه، مخالفی فکرت باشه، موافقی فکرت باشه، با تو هم نظر باشه یا نباشه، مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه، تو از نظر اسلامی مسئولیت و مأموریت داری که ادب و اخلاق و حسن رفتار رو باید رعایت بکنی در هر سرزمینی که هستی و در برابر هر کسی که هستی بلا استثناء. طرف مقابلت خرد است، بزرگ است، یهودی است، مسیحی است، هندو است، مسلمان است، غیر مسلمان است، انسان مسلمان باید با ادب و با اخلاق باشه و حسن رفتار داشته باشه. این خواسته ای اسلام است از ما. این یک. دوم، احسان به والدین. فرق نمی کند که پدر و مادرتون مسلمانن، هندویان، اهل کتابن، یهودیان، مسیحیان، بوداییان، باور و اعتقاد تو را دارن یا ندارن، پیرن، جوانن، با تو هم فکرن، هم نظرن یا مخالف اعتقاد و فکر و باوری هستن، تو مسئولیت و وجیبه ایت است که در برابر اینها احسان بکن، با اونها نیکوکاری بکن. یعنی این طوری نیست که اگر پدر و مادرت مسلمان بودن با اونها احسان بکنی، نه، ولو که غیر مسلمانه، تو از لحاظ اسلامی مسئولیت و مأموریت داری که باید برای اونها احسان بکن. و در هر جایم در قرآن وقت بحث با والدین ذکر شده، گفته به الوالدین احسانا، برای پدر و مادرتان احسان بکن، حالا این پدر و مادر مؤمن باشه یا غیر مؤمن باشه، این مسئولیت به وجیبه انسان مسلمان. شاید خیلی افراد باشه خودش مسلمانه، پدرش کافر است، مادرش کافر است، خودش مسلمانه، پدر و مادرش هندو است، خودش مسلمانه، پدر و مادرش بودایی است، اصلا پدر و مادرش ملحد است، به هیچ چیزی باور نداره، و
ولی به خاطری که پدر و مادرت هستن تو مأمور است به اونها حسن رفتار داشته باشی، هم اخلاق و ادب رعایت بکنی، هم برای اونها احسان بنمایی. سومش، متعهد بودن بر عهد و پیمانت با هر کسی که عهد و پیمان بسته کردی، مسلمان باشی یا غیر مسلمان باشی، با تو موافق باشی یا مخالف باشی. تأکید قرآن بر ایست که انسان مسلمان باید متعهد باشی. هر زمان عهد و پیمان بسته کردید با عهدتان وفادار باشی. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسایی که شما ایمان آوردید با عهد و پیمانتان استوار باشی. و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا، یعنی از عهد و پیمان سوال میشی، باید متعهد باشی. طرف مقابل اگر هر کسی که بود، با هر عقیده و هر فکر و هر مذهب و هر دینی که بود، شاید به او روابط سیاسی داشته باشی، شاید به او خویشاوندی داشته باشی، شاید به او تجارت و بزنس و معامله داشته باشی، شاید به او رابطه شاگردی و استادی داشته باشی، شاید پیشش کارگر باشی، رابطه به اصطلاح سرکارگر و کارگر باشی. یعنی در هر کاتگوری که بودی با عهد و پیمانت استوار باشی، ولو که طرف مقابلت مسلمان نباشد. چهارم، برای سپردن امانت به صاحب امانت، یعنی در باب امانت داری کوشش کن که امین باشی. یکی از اوصاف و ویژگی های رسول الله صلی الله علیه وسلم امین بودنش است. حتی غیر مسلمان هم پیامبر صلی الله علیه وسلم را امین می شمردن. حتی برای مال غیر مسلمان هم رسول الله صلی الله علیه وسلم خیانت نکرد. برای هیچ غیر مسلمانی، یعنی اگر با اونها عهد و پیمان بسته با عهدش استوار بوده، اگر طرف آمده گفته یا رسول الله پدر و مادر من غیر مسلمانن من مسلمانم، گفته برو برشان احسان بکن، نیکوکاری بکن. اگر غیر مسلمانی امانتی بر رسول الله صلی الله علیه وسلم سپرده، پیامبر صلی الله علیه وسلم به وجه احسان از او نگهداری کرده. کار را به اهل کار سپردن، امانت را به اهلش سپردن، مسئولیتت را در قبال امانت ادا کردن. گاه وقتی سرمایه غیر مسلمانی به نزد تو است، امانت است، حق نداری بگذاری ضایع بشه، حق نداری با او خیانت و کوتاهی بکنی. گاه وقتی غیر مسلمان یک امانت را به تو سپرده، حق نداری با او خیانت بکنی به هیچ عنوان. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، هر امانتی رو به صاحبش برگردانه، ولو که صاحبش بیدین باشه، ولو که صاحبش هم فکر و هم مذهب و هم عقیده و هم دین تو نیست. حتی علما میگن اگر کسی به شما امانتی سپرد، صاحب او امانت فاسق بود، ظالم بود، کافر، بیدین بود، شما حق ضایع کردن رو ندارید. به وجه که احسن امانتش برش بسپاری. این نکته رو به خاطر این بیان میکنم که خیلی از عزیزای ما امروز با غیر مسلمان ها سر و کار دارن. در یک دکان ممکن فروشنده باشه، ممکن کارگر باشه، ممکن با او شریک مال باشه، ممکن به اصطلاح با او همکار باشه. کوشش کنید که خیانت نکنید به هیچ عنوان. و الله سبحانه و تعالی در نص سری قرآن می والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، کسایی که امانت دارن و عهد و پیمان رعایت میکنن، اینها مؤمن واقعی هم. و گفتم که اینها متعلق به این نیست که طرف مقابل هم فکر شما باشه یا هم کیشی شما باشه هم دینی شما باشه، هر کسی میخواد باشه. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم یک مسلمان نمای منافقی با یک یهودی مشکل داشت. شب میره آرد از خانه یک مسلمان سرقت میکنه، همین منافق یا مسلمان نما میبره پشت دروازه خانه یهودی میگذاره. صبح اون مسلمان میبیند که خانهش سرقت شده. خب زمانا که یه امکاناتی نبوده قدر در و پنجره و بستلای قدر امکانات محافظتی. خب وقتی متوجه میشن که آرد به پشت دروازه خانه یهودی است،
سر و صدا بلند می شود که یهودی دزدی کرده. به خود همین کسی که این کارم کرده سر و صدا می آورد، دزد فلانی است، آرد پشت دروازه خانه نشست. نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم میاد. هنوز پیامبر صلی الله علیه وسلم حکم نکرده بود که آیات قرآن نازل میشه. خبردار، این ولو که یهودی است، هم فکر شما نیست، هم عقیده شما نیست، مسلمان نیست، اما حق با او است، او پاک است، گناهی ندارد. ولا تکن للخائنین خصیما، متوجه باش خائن کسی دیگر است. در تأمین عدالت طرف مقابلت هر کسی میخواهد باشه، تو مسئولیت تطبیق عدالت. در زمان عمر رضی الله تعالی دو نفر با هم دعوای دارن، یک طرف مسلمان است یک طرف غیر مسلمان. غیر مسلمان میگه بیا بریم به محکمه شما و نزد امیرالمومنین عمر. وقتی که میان به محکمه مراجعه میکنن، موضوع به نفع غیر مسلمان فیصله میشه، مسلمان ملامت میشه. حتی نقل است که شمشیری از حضرت علی رضی الله تعالی مفقود شده بود، روز او را به دست یک یهودی دید، برش گفت که خب ای از ماست، من مالم رو میشناسم که از ماست. اون یهودی گفت بیا بریم در محکمه شما مسلمان ها ببینیم چی فیصله میکنن. وقتی در محکمه مراجعه میکنن، محکمه با نفع یهودی فیصله میکنن، چون علی رضی الله تعالی شواهد و اسناد موثقی در دست ندارد یا نتوانست که ثابت کند که این شمشیر مربوطی خودش می شود. بنان محکمه به نفع اون یهودی فیصله می کند. وقتی اون غیر مسلمان این عدالت و این حسن رفتار و این اخلاق و این ادب رو می بیند، اونجا جا در جا مشرف اسلام میشه و بعد از اینکه مشرف اسلام میشه با علی رضی الله تعالی به این شمشیر مال تو است، حقا که از تو بود، من گرفته بودم، ولی میخواستم ببینم در محکمه شما چی حکم جریان داره یا چی فیصله صورت میگیره. بنان در تطبیق عدالت طرف مقابلت فرق نمی کند که چی کسی باشد. به همون خاطر قرآن وقتی که این قضایا را بیان میکنه، اینها را با بسته به فکر و عقیده و ایمان نمی سازه که طرف مقابل دارای چی فکری باشه. مطلق میگه با عهد و پیمانتان وفا بکنید، استوار باشه. مطلق در باب امانت داری میگه باید امین باشه. مطلق مسلمان رو میگه باید با ادب و با اخلاق باشه. مطلق برای مسلمان دستور میده میگه باید عادل باشه. اعدلوه و اقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا مسائل قومی مذهبی سمت و سوی شما رو ندارد از اینکه عدالت زیر پا بکن، بلکه عادل باشه. بنان عزیزان من، امیدوار هستم که پیام گرفته باشین. و متاسفانه بسیاری از ما مسلمان ها ناآگاه هستیم، نمیدانیم. همین که طرف دیدیم به اصطلاح مثل ما فکر نکرد، مثل ما نیندیشید، یا ظاهرش مثل ظاهر ما نبود، یا باورش مثل باور ما نبود، یا فکر و مذهب و اعتقادش مثل فکر ما، مذهب ما، اعتقاد و باور ما نبود، بعد خودمون برای خود اجازه میدیم هر اشتباهی بخوایم انجام بدیم در حقی او. نه، چنین نیست. اسلام دین عدالته، اسلام دین انصافه، اسلام دین امانتداریست، دین وفا و عهد و پیمان است، دین حسن رفتار و اخلاق است، دینی است که ما را دستور برای بر و نیکوکاری و عدالت در برابر غیر مسلمان میده. صریحا قرآن میگه کسی که با شما در جنگ نیست، شما را از خانه‌تان بیرون نکرده، در حقتان ظلم نکرده، شما با او نیکوکاری کنید که الله دوست داره نیکوکاران رو، با او عدالت داشته باشید. یعنی هر غیر مسلمانی بی معنا نیست که او رو گردن بزنید. و
بلکه طرف مقابل آنچه که قرآن تاکید میکنه همیشه روی اون پافشاری داره، کسی است که با شما در جنگ است مستقیما. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. شما با کسی دشمن هستید، با کسی بجنگید که با شما میجنگه. و یا غیر مسلمانی که با شما جنگی نداره، دعوایی نداره، مسالمت آمیز در شهر شما، در دیار شما، در کنار شما، یا شما با اونا زندگی میکنید، کوشش کنید که اخلاق اجتماعی رو رعایت بکنید. موفق و معید باشین. السلام علیکم و رحمت الله.